متأسفانه نگاه های صفر و صدی فاتحه مملکت و خونده واقعا داره بهش آسیب میزنه. میدیدم در جریان زلزله دو تا نگاه در واقع تو کشور بحث داده میشد، یک عده‌ای فقط میگفتن اینا این زلزله به خاطر گناه های مردمه، یک عده دیگه میگفتن نه این فقط گسله. هر دو تا اشتباه میگه. از یک طرف امام جمعه یکی از شهرهای اهل سنت یک حرفی زد که خیلی برادران اهل سنت کرد ما در کردستان ناراحت شدن، بعدا گفتن نه صحبتشون تخطی شده و دیدیم که خیر معاون ایشون هم در مصاحبه شبکه، حالا ما میگیم وهابی شما بگید غیر وهابی، گفتش که نه خیرشون راست گفت و بخاطر گناه هاست. و این دلیل باشه خب و ژاپن گناه کارترین مردم کره زمینه، در حالی که خیلی تفاوتی بین ژاپنی ها و مثلا کره‌ای ها نیست، یا مثلا چه میدونم ژاپنی ها یا یک کشور غربی نیست. این نگاه درستی نیست اگر بخوای فقط این رو نگاه بگی فقط همینه. بله یک موقع خدا یک قومی رو ادب میکنه، عذاب سراغشون میفرسته به واسطه زلزله، به واسطه سیل، اما هر سیل و زلزله‌ای عذاب الزامن نیست. من دیدم یکی از کارشناسای زلزله رو دعوت کردم تو برنامه تلویزیونی و ایشون گفتش که آقا قدیما میگفتن زمین رو شاخ گاو و بعد میگفتن نمیدونم گناه مردمه، اینا همش مثلا خرافاتو. نه این آدم بی سواد نمیفهمه نادونه، دلیل نمیشه بد اینجوری حرف بزنه. که من به شما بگم اگه کسی علیت معنوی رو زیر سوال ببره این کفرها. آیت الله جوادی آملی در تفسیر یکی از آیات قرآن که راجع به همین بحث علیت معنوی است شما فرمود اگر یک کسی علیت معنوی رو زیر سوال ببره کفره، بگیم فقط همینه، بلکه اینا توامانه. باید ببینی این علیت مادی بعضی موقع اسباب خداست، سبب خداست. ابلا خدا عبا داره از این که یجری الامور به غیر اسبابا، به غیر اسبابش یک کار رو پیش ببره. غرب میگه فقط اون قدری که ما میگیم، قضا رو قبول نداره، یک ادم فقط چسبن به قضا، قدر رو ول کردن، در حالی که تشیع میگه هر دو تای اینهاست. روایت از امام صادق علیه السلام خطاب مفضل خیلی خوبه، حضرت میفرمون این زلزله ها اصلا حالا فارغ از این که به چه دلیلی آمده، فارغ از این که میگه تکونتون میده یا نه. آره تکون میده، یک واقعیتیه. من دیشب یه لحظه من اومدم بیرون با خانواده تو ماشین نشسته بودیم کنار یه پارکی که حالا مثلا ساختمونی چیزی هم کنارم نباشه، نگاه کردم چطوری با یه لرزه کل شهر ریخ بیرون، با یه لرزه نه خیلی زیاد کل شهر رو ریخ بیرون. شما با خودم میگفتم به چیت مینازید بشر، تهرانی ها به چیتون دارید مینازید، این اولدروم بولدرومتون دنیا رو گرفته. حالا یه عده‌ای هم بودن همونجا، من یه خورده آروم‌تر شد رفتم از خونه یه چیز رو بردارم، نگاه کردم تو هم کوچه یه نفر صندوقشم داده بالا و دایره تنبکی هم رو انداختن. همونجا هم تو اون لحظه ساعت 12 نصف شب بزن برقصی با کرده بودم. حالا اونم نگاه اون بنده خودست، یعنی آدم نگاه میکنه بعضی موقع اینه با یه تکون، اصلا مهم نیستش اون شهر خراب میشه یا نه، مهم اینه که یه پخی کنه با ظلم الله برزن بریم، اون امنیت روانی وقتی گرفته میشه. اینا جای فکر کردن داره. نگاه کردم دیدم چقدر جون عزیزه، چقدر جون برای آدم ها عزیزه، و اونا کیان جونشون گرفتن کف دستشون دارن میبرن تو سوریه و تو عراق، جونشون کف دست اون جلوی وحوشی قرار گرفتن که اسمش لرزه بر اندام خیلی از آقایون میندازه، اسم داعش میشنون میترسن، اینا دستشون گرفتن میرن تو همون منطقه، میدونن اینا هستن اینطور وای میستن. اون محل درس گرفتنه. بله خیلی چیز دیگه میشه درس گرفت. آدم یه چقدر در اسلام تاکید شده که آقا برید تشییع جنازه رو شرکت کنید، ها چقدر توصیه شده مرده بشورید، تو کفن و دفن مشارکت بکن، چقدر توصیه ما داریم. آیا اون آدم به خاطر گناه من مرده؟ نه الزامن. اما یک نکته اینجا هست، میگه آیا اون مرگ اون آدم به من درس میده آدم باشم یا نه؟ بله کاری ندارم این زلزله به خاطر گناه من اومده یا نیومده، اما این به من حواسم جمع بکنم دیگه. یا همین الان زلزله میومد میرفتی زیر آوار کار تمام بود، آماده بودی؟ فکر زندگی تو کرده بودی؟ نه. خب چیز واضحه آقا، من بارها گفتم، این سخنرانی گفتم، دیشب زلزله اومد، قبلش من گفتم که تهران باید پایتخت سیاسی اقتصادی تهران گرفته بشه، حداقل سیاسی باید گرفته بشه، تا
هست همینه، نمیشه پولو میاره اینجا اصلا. جایی هم پول باشه شیرینی همه رو جمع میکنه دور خودش، نمیشه، باید بره. حالا دولت ها چیه حوصله این هزینه دادن رو ندارن. خیلی از کشور این کار کردن. مالزی با این کار درآمدزایی کرد، یعنی پایتختش انتقال پولم در آورد. چرا کلی ساختمونه دولت رو فروخت به مردم. پاکستان این کار کرده. خیلی از کشورها که فهم و شعور داشتن این کار کردن و ندارن نمیکنن اینا. عقل میخواد. خدای نکنه من دیشب نگاه کردم یه لرزونده خیابون قفل شد، میفهمید یعنی چی؟ خدا شاده ترسیده بودم، نه از زلزله، از اون اتفاقی که دیدم مردم ریختن تو ماشین برای یه جا پارک پیدا کردن که خیابون ندیده داشتن چیکار میکردن. من از این ترسیدم، گفتم اینا الان آبشون، نونشون، تلفنشون، همه چیشون، یه خودروی امدادی امکان نداره خودشو برسونه، خیابون قفل. گوگل مپ نگاه میکردی؟ قرمز قرمز تهران. شاخص آلودگی رفت بالاتر. رکورد زد دیگه دیروز. رکورد زدیم الحمدلله. خوشحال بشید آقا. چی شد؟ بس که مردم ماشین آوردن تو خیابون. صفای بنزین کیلومتری شد. یه لرزونده. فکر کنم مثل هفت ریشته، هفت و سه دهم، هفت و شش دهم به عبارت دیگه اونور بیاد. ساختمون بریزه. چی میشه؟ تو همسایه بغل دستی تو نمیشناسی. یارو اومده تو خونه اون نمیدونی فک و فامیلش یا دزده. به قرآن میخواد چی کار بکنی؟ باید حتما یه بلرزونن. به خدا، خدا داره حال بهمون میده، به مسئولین زبون نفهم ما داره خدا حال میده، میگه نگاه بکن ببین دیدی چی شد، دیدی چه جوری شهر قفل شد. اگه هفت ریشتر باشه من دیگه تا این میشه خدا پیغمبر رو سه تا گسل پایتخت انتخاب کردی دیگه، چه انتظاری داری تو بابا؟ یه جا خدا یه بار دوبار یه شهر پایتخت انتخاب کرد رو سه تا گسل. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ حالا آقا محمد خان قاجار نمیفهمید، تو که میفهمی که همین مجلس آوردن خیابون ایران زدن. چرا میگن اینجا گسلش گسل نداره؟ تو تهران آقا خب بلرزونه، خود جمعیت میلرزوننت. زلزله بعدی خطرناکتره. الان یه زلزله بده تکونی بده هیچی نمیشه، همین موقع خروج خودتونید منا درست میکنید. باید پایتخت سیاسی اقتصادی تهران گرفته بشه، حداقل سیاسی باید گرفته بشه.